سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. پارت دوم اخبار AI و هوش مصنوعی، چون این سری زیاد بود وقف افتاده بود، توی دو پارت گرفتم. پارت اول و لینکش رو میذارم تو دیسکریپشن، پارت دومش هم کلی اخبار جالب از گوگل، مایکروسافت، آمازون و یه سری استارتاپ های کوچیک، همچنین یه سری خبرها در مورد AI توی حوزه پزشکی و سلامت. خبرها طبق معمول جالب و هیجان انگیزه، بریم ببینیم. خبر اول بازم در مورد ادوبی خب خیلی داره شدیداً توی زمینه تصویر و ویدیو پیشرفت میده کاراشو. یه چند تا نمونش که توی فتوشاپ بود مثل جنراتیو فیل، توی پارت قبلی هم یه سری کارهایی که توی ادوبی فایرفلای میشه انجام داد و نشونتون دادم برای تصاویر، ولی این در مورد ادیت ویدیوه که توی ادوبی پریمیر پرو و افتر افکتس گذاشته که نرم افزارهای ادیت ویدیو هن. البته فعلا تو نسخه بتان، ولی خب به زودی قراره تو نسخه اصلی هم قرار بگیرن. و چیزایی که تو پریمیر پرو هست، یکیش بهبود صدای صحبت کردنه، مثلا نویز بک‌گراند رو حذف میکنه و یک مقدار صدا رو بهبود میده، انگار توی استودیوی حرفه‌ای ضبط کردید. مثلا الان تفاوتشو ببینید. Hi, I'm Keenan Matthews and I'm a track coach. اون صدای اصلی بود. Hi, I'm Keenan Matthews and I'm a track coach. خب صداش خیلی بهتر شد. البته نمیدونم این فقط رو انگلیسی خوب جواب میده یا خیلی فرقی نکنه چه زبانی باشه، ولی فکر کنم بشه. ولی این دومی رو فکر میکنم برای انگلیسی باشه، چون که میاد بین صحبت‌ها اون ام کردن، چیزی که خود منم زیاد میگم، اونا رو حذف میکنه، اتوماتیک حذف میکنه، و علاوه بر این که اون ام رو توی صدا حذف میکنه، توی تصویرم حذف میکنه. یعنی اون تیکه‌ای که شما اونو میگید خود تصویرش هم حذف میکنه. ببینید مثلا اینجا کل اون قسمت رو حذف میکنه و شما حتی میتونید یک کلمه ای رو انتخاب کنید توی متنی که دارید حرف میزنید، اون کلمه رو کلن فیلتر کنه، حذف کنه، و نه تنها فقط از رو صداتون حذف میکنه، از رو تصویرتونم اون تیکه تصویر رو حذف میکنه و ظاهرا جوری حذف میکنه که اصلا معلوم نمیشه. و خب این به نظر من خیلی فیچر جالب و مفیدی خواهد بود. توی افتر افکتس هم یک فیچری که گذاشته حذف بک‌گراند، مثلا یعنی دیگه شما لازم نیست پشتتون پرده سبز باشه، با همین فیچر AI این میتونید بک‌گراندتون رو به صورت اتوماتیک حذف کنید و هر بک‌گراندی میخواید توش بذارید. البته این فیچر توی فیلمورام هست، تو نسخه 12ش فکر میکنم که بک‌گراند رو اتوماتیک حذف میکنه. هر کدوم از اینا تون دارن فیچرهای AI اضافه میکنن به نرم افزارهای ادیت ویدیو. مورد بعدی یه سایتیه به نام vzero.dev که برای طراحی کسایی که طراح UI یا UX هستن یا طراح سایت هستن خیلی میتونه مفید باشه و با استفاده از یک پرامپت شما میتونید یه UX طراحی کنید. البته هنوز در دسترس نیست، من امتحان کردم، هنوز نمیشه به اون صورت ازش استفاده کرد، ولی مثالهایی که خودشون دادن اینجوریه که شما یک پرامپت مینویسید، مثلا اینجا گفته یه اپلیکیشن کلاینت ایمیل باشه، اون قسمت هیرو که میشه اون قسمت بزرگ اسلایدر میگیم به اصطلاح، البته اسلایدر نیست دیگه، اون قسمت بالای سایت که یه چیزی داره، گفته اونو طراحی کن و این چیزی که طراحی کرده UX خیلی ساده ای طراحی کرده و ظاهرا میتونید حالا هر قسمتشو خواستید ادیت کنید و دوباره یه قسمتی رو حتی با اون چت کنید، بگید که نه من این قسمت نمیخوام این شکلی باشه، مثلا میخوام دیزاین متفاوتی داشته باشه، و اون باز هم اونو اعمال میکنه تو هر قسمتی که میخواید. و این خیلی جالبه و نهایتا میتونید کد این UX رو، دیزاین رو کپی کنید و ببرید تو سایت خودتون استفاده کنید و کاملا برای دیولپرها خیلی مناسب و خوبه. یه سری دیزاین ها هم خودش توی سایتش داره همراه با پرامپتی که بهش داده شده، مثلا این گفته که یه صفحه شطرنج طراحی کن به صورت UX با استفاده از یونیکود، یعنی فکر میکنم این آیکون هاشم فونت بیس باشه، این آیکون ها اینجا شاره، و خب این UXیه که طراحی کرده. البته نمیدونم چه جمع شده بالا، آها این کاملا طراحی UX جوریه که کدش رو میتونید کپی کنید، اینجوری کدش هم اینجا پشتش هست. خب خیلی جالبه وقتی که شروع به کار کنه، چون من خواستم ازش استفاده کنم، گفتش که ثبت نام کن و ثبت نامم کردم، باز هنوز باید منتظر بمونم، اما در کل ایدش به نظرم خیلی جالبه.
یه خبر جالب هم در مورد کوکاکولا که اونا اومده وارد دنیای هوش مصنوعی شده و یه ورژن لیمیتد ادیشن زده به نام وایس 1000، حالا نصف فارسی نصف انگلیسی میگیم ما. حالا چیش هوش مصنوعی؟ این اومده مزهش رو با استفاده از هوش مصنوعی طراحی کرده، با استفاده از یه سری دیتاها که از مردم، نظرات مردم جمع کرده و یه سری دیتا که خود هوش مصنوعی جمع کرده و این دیزاین روش هم بازم هوش مصنوعی دیزاین کرده که حالا توی آمریکا و کانادا و یه سری کشورهای دیگه در دست رسه. کسایی که مزهش رو امتحان کردن میگن که مزه شبیه همون کوکاکولا زیرو، یه ذره فقط مزه میوه‌ای اضافه کردن بهش، یه همچین مزه‌ای داره. ولی خب اینم جالب بود به نظرم. یه خبری که در مورد ای بوک هاییه که یا کتاب های الکترونیکی که توسط هوش مصنوعی ایجاد میشن، چون خیلی باب شده که مثلا یکی از راه های درآمدزایی الان از طریق ای آی اینه که مثلا با استفاده از چت جی پی تی بهش بگید که یه کتاب بنویسه، بعد اونو کتاب الکترونیکی کنید و توی یک سری پلتفرم ها بفروشید. و خب یه عده واقعا دارن از این روش درآمد در میارن. اما کیندل که پلتفرم کتاب های دیجیتال آمازونه، اومده اعلام کرده که میخواد کاری کنه که مشخص بشه روی هر کتاب که آیا این با استفاده از هوش مصنوعی نوشته شده یا نه. چون خیلی ها اومدن شکایت کردن که خب یه عده میان کلی کتاب میذارن که واقعا اونقدر عمق ندارن کتاب و اونقدر کار نشده روشون، همینجوری هوش مصنوعی با استفاده از هوش مصنوعی یه نفر اومده ایجاد کرده و گذاشته برای فروش و خب اون کسی که میاد میخره بعد خریدن میبینه که همچین چیز خاصی هم نیست. برای همین اومده الزامی کرده که اون نویسنده یا کسی که اینو میذاره توی سایت برای فروش حتما باید اعلام کنه که توسط ای آی ساخته شده. بعد یه چیز جالب هم این که این سایت دیکودر که این خبر رو گذاشته، این تصویری که اینجا میبینید برای این خبر گذاشته، خود این تصویر توسط میدجرنی که اونم با هوش مصنوعی تولید شده و کردیتی که به عکس داده نوشته که با میدجرنی تولید شده توسط دیکودر، یعنی نوشته که هم اسم سازندش رو گفته هم اسم میدجرنی رو عنوان کرده. حالا برای کسی که براشون سوال میشه که اگه از عکسایی که با هوش مصنوعی ساخته میشه جای دیگه میتونید استفاده کنید، این یه روشی که مشخص کنید زیرش که با میدجرنی ساخته شده، ولی پرامپتش رو مثلا من دادم، اون اسم خودتون، اسم اون شخصی که پرامپت رو داده. اینم جالب بود به نظر. خب دو تا خبر مهم در مورد اوپن ای آی. اولی این که اوپن ای آی اعلام کرد که دال ای 3 رو قرار منتشر کنه. اولا این که قبلا دال ای 2 رو داشتن و دال ای 3 قرار خیلی قوی تر از اون باشه. و بر کسایی که نمیدونن، الگوریتم تبدیل متن به تصویر اوپن ای آی دالی و گفتن که ورژن 3 خیلی کیفیتش بهتر از ورژن 2 خواهد بود. تو عکس ها میبینید که کیفیت عکسایی که تولید کرده خوبه و با پرامپت میتونید عکس تولید کنید و ظاهراً خب متن رو هم خوب میتونه تولید کنه، چیزی که توی خیلی از اپلیکیشن های متن به تصویر الان متن رو توی عکس مشکل تولید میکنن. یه مورد دیگه اش هم اینه که قراره اینو داخل چت جی پی تی ارائه بده، یعنی داخل چت جی پی تی بتونید با نوشتن پرامپت عکس تولید کنید. البته فکر میکنم فعلا فقط در دسترس یوزرهای پلاس باشه و کسایی که انترپرایز دارن. چت جی پی تی انترپرایز رو توی پارت اول این ویدیو توضیح دادم، لینکش تو دیسکریپشن هست. ولی خب نحوه کارش اینه که یه پرامپت مینویسید و بهش میگید، مثلا این گفته که یه جوجه تیغی با گلای آفتاب گردون، و بعد اون عکسی که تولید میکنه باز میتونید در مورد اون عکس سوال بپرسید، بگید که اگه توی موقعیت باشه چیکار میکنه، اگه اونجوری باشه چیکار میکنه، و انگار همون کاراکتری که تولید کرده رو میذاره تو موقعیت‌های مختلف. یعنی میتونید از همون عکس‌های مختلف تولید کنید یا حالت استیکر ازش تولید کنید. اینجوری میتونید از دالی توی چت جی پی تی استفاده کنید. و اینم نمونه تصاویریه که باهاش ایجاد کردن، کیفیتش ظاهراً خوبه، بد نیست. یه خبر دیگه اوپن ای آی هم این که تقریباً یه 10 روز پیش اعلام کرد که چت جی پی تی الان میتونه ببینه، میتونه بشنوه و میتونه صحبت کنه. و خب منظورش از دیدن اینه که میتونید براش عکس بفرستید و اون عکس رو میتونه آنالیز کنه، چون تا الان اصلا قابلیت ورودی گرفتن تصویر و آنالیز تصویر رو نداره. در صورتی که اون موقعی که اصلا جی پی تی 4 رو اعلام کردن، یکی از فیچرهایی که اعلام کرده بودن و خیلی سر صدا کرد همین ورودی تصویر گرفتن و فهم تصاویر بود، ولی هنوز
اون در دسترس نیست حتی برای یوزرهای پلاس، ولی اعلام کردن که توی یکی دو هفته آینده اینو کم کم در دسترس همه قرار میدن. البته فکر میکنم باز هم فقط برای یوزرهای پلاس باشه. من پلاس دارم ولی هنوز برام این قابلیتش چک کردم فعال نشده. و در مورد شنیدنش، اینکه مثلا با وایس میتونید یک سوالی ازش بپرسید و اون صدای شما رو میشنوه و میفهمه چی میپرسید و جواب رو هم به صورت وایس میتونه بهتون بده. و خب گفتن که وایسی که صحبت میکنه حالا خیلی ربات طور نخواهد بود، سعی کردن خیلی طبیعی و مثل انسان باشه. مثلا کاربردهایی که خودشون تو سایتشون گذاشتن، مثلا یه عکس از دوچرخش فرستاده و گفته که من چجوری صندلی دوچرخه‌ام میتونم بیارم پایین، بعد این دقیقاً بهش توضیح داده که اونجا یه دستگیره داره میتونی بیاری پایین و از این جور چیزها. ولی خب وقتی که این قابلیتش در دسترس قرار بگیره، من یه ویدیو جدا برامون میسازم که تست کنیم ببینیم واقعاً کارکردش چجوریه. یه خبر دیگه هم که در مورد بارد گوگل، که اینم 10-20 روز پیش اعلام کردن که بارد الان دیگه میتونه یه سری اکستنشن ها داشته باشه و میتونه ابزارهای مختلف گوگل رو توی خودش شامل بشه و از اونا هم استفاده کنه، مثل گوگل درایو، مثل جیمیل، یوتیوب، گوگل فلایت، پروازها، اپلیکیشن پروازها، اپلیکیشن هتل‌ها، گوگل مپ. ببینید مثلا شما وقتی توی بارد هستید یه آیکونی اینجا اومده به نام اکستنشنز که میتونید تیک بزنید کدوم ها رو میخواید شامل بشه، مثلا گوگل مپ، یوتیوب، گوگل هتلز و فلایت رو مثلا نمیخوام، اینا رو حذف میکنم. بعد این یکی از اکستنشن ها گوگل ورک اسپیس که شامل جیمیل میشه، درایو میشه، گوگل داکس میشه و شما میتونید ازش استفاده کنید. اکانتمو مثلا انتخاب کنم. البته برای فعال کردن اکستنشن گوگل ورک اسپیستون اول باید برید تو جیمیلتون و تو سیتینگش یه سری اسمارت فیچرها رو فعال کنید. بعد که این کارو کردید، مثلا بهش بگید که حالا یه سوالی می‌خوایم بپرسیم که از یوتیوب مثلا استفاده کنه. اینو که سرچ می‌کنید میاد از یوتیوب هم استفاده می‌کنه، یه سری ویدیو استخراج می‌کنه. یا شما میتونید مثلا استفاده از جیمیلش جالبه دیگه، یعنی میتونید بهش بگید که همه ایمیل‌های من که در مورد اخبار AI برای من خلاصه کن و به هم بگو، یا اگه از یک شخص خاصی ایمیلی دارید میتونید بهش بگید ایمیل های اونو برای من خلاصه کن، نکات مهمش رو به هم بگو. خب این خیلی پیشرفت بزرگیه نسبت به چت جی پی تی که این قابلیت ها رو نداره، چون گوگل الان خیلی به نظر من جلو افتاده تو این بازی، میتونه جلو بیفته، چون یه سری ابزارها هستش که ماها همیشه روزمره بیشتر ازشون استفاده میکنیم، مثل گوگل مپس و جیمیل و یوتیوب. و اگه ابزاری باشه که از اونها بتونه همزمان استفاده کنه و اون توانایی AI در حد چت جی پی تی هم داشته باشه، خب اکثر آدما ترجیح میدن از اون استفاده کنن و این فیچر جالبیه که بارد اضافه کرده. راستی مایکروسافت هم اعلام کرده که میخواد توی پینت ویندوز AI رو وارد کنه، یعنی شما توی پینت که تقریبا یکی از اپلیکیشن هایی که سال هاست عوض نشده، قرار پینت رو هم هوش مصنوعی قاطیش کنه و یه سری فیچرها، یه سری امکاناتی که شما میتونید نقاشی بکشید و با AI اونو بهتر کنه، یا یه سری احتمالاً یه کارایی کنه که بتونید بک‌گراند رو از عکس ها حذف کنید، یا مثلا یه سری احتمالا تولید عکس و اینا رو هم توش بذاره. و خب این خیلی جالبه که میخواد به پینت اضافه کنه. کلا مایکروسافت هم خیلی چیزای جدیدی اعلام کرد که قراره توی ویندوز 11 اضافه کنه، که اصلی ترینش اضافه کردن کوپایلوته، که توی ویدیوی دیگه من کامل کوپایلوت رو توضیح دادم که چه قابلیت هایی خواهد داشت. ولی یه جورایی با کوپایلوت دیگه میتونید با همه فایل های توی کامپیوترتون، با همه اپلیکیشن هایی توی کامپیوترتون به صورت هوشمند تعامل کنید، رو ازشون استفاده کنید، مطالبش استخراج کنید، و اینکه این خیلی کارو توی خیلی چیزا راحت تر میکنه. از طرفی مایکروسافت هم بینگ و ایج رو در دسترس داره، یعنی ایج که مرورگرشه و بینگ هم که موتور جستجوشه که مجهز به چت جی پی تیه. و به نظر من الان جنگ AI واقعا بین گوگل و مایکروسافته، چون هر دوشون قولهای این قضیه‌ان و ابزارهای زیادی در دسترس دارن. البته متا هم هست که اون هم خیلی داره توی زمینه هوش مصنوعی قدرتمند عمل میکنه. خب بریم سر وقت خبرهای
AI توی پزشکی، یه خبر این که همسر مارک زاکربرگ به نام چن زاکربرگ داره یک GPU کلاستر میسازه مختص هوش مصنوعی در تحقیقات پزشکی و میخواد اینو وقف تحقیقات پزشکی کنه که پیشرفت بده این قضیه رو. خب این خیلی اتفاق جالبیه. یکی هم این که دیپ مایند که یه شرکت یا مؤسسه تحقیقاتی خیلی قویه مال گوگل در زمینه هوش مصنوعی داره به پیشرفت‌های قابل توجهی میرسه برای استفاده از AI یا هوش مصنوعی برای تشخیص بیماری‌های ژنتیکی. دیپ مایند البته یه شرکت مستقل بوده توی لندن قبلا و 10 سال پیش زیر مجموعه گوگل در اومده، یعنی گوگل خریدتش، گرفتتش و خب خیلی کارهای جالبی کردن همیشه، از آلفاگو گرفته که اون بازی معروف رو بازی می‌کرد تا آلفا فولد که میاد ساختار پروتئین‌ها رو یاد می‌گیره و می‌تونه مدل سه‌بعدی پروتئین‌ها رو پیش بینی کنه. این یکی کارشون دیگه تو زمینه دی ان ای و میان ترین میکنن روی تعداد زیادی ساختارهای دی ان ای و با استفاده از اون سعی میکنن بیماری های ژنتیکی رو بتونن پیش بینی کنن، یعنی ساختار ژنتیک یک شخص رو بررسی کنن و بفهمن که اون زمینه چه نوع بیماری های ژنتیکی رو میتونه داشته باشه و نسلا در نسل چه اتفاقاتی میتونه بیفته. و خب این هم خیلی پیشرفت زیادی میتونه به علم پزشکی و سلامت بکنه. یکی دیگه از خبرهای پزشکی این که یک مدل هوش مصنوعی ترین کردن، آموزش دادن که میتونه با استفاده از تصویر شبکیه چشم یه سری بیماری های چشمی رو تشخیص بده، اما علاوه بر اون ریسک پارکینسون رو هم میتونه تشخیص بده و پیش بینی کنه و این خیلی جالبه. و یه چیزیش که خیلی جالبه، این روی تقریبا 1-2 میلیون عکس از شبکیه چشم ترین شده و برای کسایی که آشنایی دارن با ترین کردن مدل‌های دیپ لرنینگ، این مقدار عکس رو کسی لیبل نکرده چون با استفاده از روش‌های سلف سوپروایز لرنینگ این کارو کردن. با سلف سوپروایز لرنینگ هم کمک گرفتن که اینا رو لیبل کنن و با استفاده از این روش تونستن روی عکس‌های خیلی زیادی ترین کنن و نتیجه خیلی خوبی بگیرن. روششون یه جورایی مشابه روشیه که لارج لنگویج مدل‌ها رو ترین می‌کنن و این خیلی جالبه توی پردازش تصویر. اسم مدلش هم یا ابزارش هم RET Found، Red Found، مخفف رتینا که همون شبکه چشمه، و مقالش هم هست اینجا اگه خواستید ببینید، براتون جالب بود. اینم مقالشه که توضیح داده بیشتر. یه خبر جالب دیگه هم این که یک شخصی که 3 سال بود یه درد مزمنی داشته و تقریبا 17 تا دکتر رفته هیچ کدوم نتونستن تشخیص بدن، نهایتاً میاد علائم درد و مریضیش رو به چت GPT میگه و اون تشخیص میده که مشکلش چی بوده. حالا اون بچه خودش 4 سالش بوده، حتما مامانش این کارو کرده، ولی بعدن اون تشخیص چت GPT رو بردن پیش دکتر، دکتر گفته درسته، مثل اینکه درسته و اینا، و تونستن مشکلش رو حل کنن. اون چیزی هم که چت GPT تشخیص داده این بوده که اون بافت نخاش گیر کرده بوده به یک چیزی، یه بافت دیگه یا استخونی، و اون باعث میشده که حرکتش رو محدود کنه و درد ایجاد کنه و اینو تونسته بوده تشخیص بده و بعدن دکترها تایید کردن تشخیصش رو. خب اینم خیلی جالبه. خب اینم خبرهای پارت 2 بود برای دنیای هوش مصنوعی. البته قطعا همه خبرها رو کاور نکردم، اما چون خیلی زیاد بودن سعی کردم مهمترین و جالبتریناشو کاور کنم. و مثل همیشه ممنون که همراه بودید، امیدوارم براتون جالب بوده باشه، مفید بوده باشه و فعلا تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.